یه مدتی هر هفته حرفی هم دیگه بنده خدا برای گفتن نداره. امشب هم نمیخوام جوابشو بدم راستش، یعنی هرچی فکر کردم دیدم جواب این عقب افتاده رو بدم یا نه، دیدم اصلا دیگه نیازی هم نیست جواب بدم چون جوابا رو قبلا دادم. حرف تازه‌ای نمیزنه جواب بدم، ولی به خاطری که یه خورده حالشو بگیرم که ببینه چقدر اینا حقیرن، هیچ حرفی در مورد ما ندارن. آقا سوالت این حرف که بخواید حال کسی رو بگیرید مثلا جوابی ندارید چیه؟ طرف مأمور ایناست، مأمور فلانه، جاسوس مثلا در سوئد، عقب افتاده دیوانه، میگن امیدانه از سفارت جمهوری اسلامی حقوق میگیره. آقا اینقدر بی شعورن نمیفهمن. اولین اگه یک بار من این کارو بکنم آخه این دولت سوئد مثلا بیغه یا مثلا کاری نداره اینجا بابا، تو این کشور سوئد سازمان امنیت وجود داره، هزار تا مسئله وجود داره، چرا شماها اینقدر کوچیکید؟ یعنی یکی از دلایلی که من از جبهه اپوزیسیون برانداز فرسنگ ها فاصله گرفتم بابت این توهمشونه. به هر حال توانایی ندارن دیگه در برابر استدلال های ما، یعنی استدلال های ما اینا رو نابود کرد، در برابر استدلال های ما بخوان ایستادگی کنن دیگه افتادن به خودبلادگویی و حرفای تکراری. و آقای نوری زاده، آخه چند بار شما توی برنامه بعد بگی من لباس پوشیدن از شما یاد گرفتم؟ یه بار بگو، دو بار بگو، سه بار بگو، ده بار بگو، تا الان بالای 100 بار تا تو همه برنامه‌ات داری اینو میگی، حرف دیگه ای در مورد من نداری؟ خب حالا این برنامه‌ای که هفته پیش ایشون ساخت، یه تیکی من دو تا برنامه شده میخوان، یکی هفته پیش یکی دو شب پیش گویا، اینجا در مورد مثلا یه خانوم ما یه ماشین خریدیم تویوتا یاریس، به خدا ماشین عجیبی نیست، یه ماشین معمولیه، نه شاسی بلند نه هیچی، یه ماشین معمولیه، آمد نیوز گذاشت، یه سری عقب افتاده گذاشتن، آقا این ماشین خریده. خب آره معلومه که ماشین خریده، اینجا همه تو اروپا و همه تو ایران هم همه ماشین دارن، من همه جای دنیا ماشین قسطی میخریم، ماشین مازراتی که نخریدم قربونت برم، ماشینای خیلی آنچنانی که نخریدم، ماشین معمولی تویوتا یاریس، به خدا چیزی شما چقدر عقده ای هستی من نمیفهمم. بعد نوری زاده ببین تو برنامه چه جوری میگه، اما میخواد نشون بده که معموره. این دیگه شاهکاره. یه دم مثل اینا دیر اومدن میخوان زود برن، میخواد پول خونه رو همین یه ساله دراره، 4 دفعه بی بی سی، 2 دفعه مردم، من که اینجا راش نمیدم. اینا البته داره عمل علیزاده میگه این بخشا، اینا رو من مزدور رو راه نمیدم تو این تلویزیون. تو میگه من مزدور رو راه نمیدم، سر تا پاتون همتون مزدورید، ولی میخواد زود پول ماشینه رو دراره. بعد اون یکی عکس خانومش رو میذاره با ماشین نشون میده، وای شاهکار، شاهکار بود که اصلا من دلغشه گرفتم از خنده. ایداد میداد عکس خانمش رو گشته با ماشینی که از وجوهات مقام معظم رهبری خریداری کرده، یه وقتی اون آقای درازگیسو بود بهشون میداد، حالا یکی دیگه اومده جاشو. این درازگیسو که میگه یه آقای مجید نامی بوده، مثل که قبل از من توی استکهلم بوده، قشنگ هم براش پاپوش درست میکنن، یعنی همه اسنادش هست براش پاپوش درست میکنن، حالا عقایدش چی بوده اینا من نمیدونم به خدا. بعد میگن اون جاسوس جمهوری اسلامی بوده، بعد اینا با بانبازی یه کاری میکنن تو یکی از روزنامه‌های سوئد این قضیه رو مینویسن به نام مترو، بعد دیگه معروف میشه اون یارو و الان هم داره تو سوئد اتفاقا زندگیشو میکنه. خب اگه جاسوسا بعد اخراج میشن دیگه، یه پروپاگاندای رسانه‌ای کردن علیش، یعنی هیچ چیزی ثابت نشدن نظر قانونی. بعد این میگه آره عکس ماشینشو توی گذاشته، مثلا عکس ماشینشو منم قش کردم اینا، اصلا آخه این رفتار یعنی چیگونه بکنید؟ بعد اون یکی عکس خانومش رو میذاره با ماشین نشون میده، وای شاهکار، شاهکار بود که اصلا من دلغشه گرفتم از خنده. ایداد میداد عکس خانومش رو گشته با ماشینی که از وجوهات مقام معظم رهبری خریداری کرده، یه وقتی اون آقای درازگیسو بود بهشون میداد، حالا یکی دیگه اومده جاش. باری پیام شفایی رو بشنوید. خب اجازه بدید من ویدیو بعدی رو آماده کنم. این صحبتشونه که من اصلا نفهمیدم منظورشون چیه، مثلا خوششون میخندونه اینا، مثلا نمیفهمم اینا چقدر دیگه سطحشون پایین اومده، یعنی سطحشون که پایین بود ولی دیگه به کجا رسیدن. اینم یه برنامه دیگه ای که دو سه شب پیش دوباره این آدم صحبت کرده، اینم نگاه کنین، این دیگه خیلی شاهکاره، واقعا شاهکار که گفت شاهکار اینه. با سلام، با سلام،
عزیز دل همه ایرانیای آزاده. خب آقای نوری‌زاده یه کاری که میکنن در برنامه‌شون مثل من شهامت نداره که بیاد تو اینستاگرام مثلا باز بکنه بگه هر کی دوست داره بیاد بالا حرف بزنه، که اینا شهامت رو در روی با مردم ندارن. آقای نوری‌زاده من اینجا در سوئد قشنگ تو خیابون راه میرم، تو مترو سوار میشم، با مردم حرف میزنم، اینستاگرام لایو میدم مردم بیان بالا، همیشه هم این کارو میکنم و توی علنی هم شما ها یک تعداد آدمایی هستید که فقط تو فضای مجازی هارت و پورت داری و همونجا هم باز شهامت نداری که با مردم رو دارشون. یک بازی را انداخته ایشون که آی مردم برای من ایمیل بکنن، من ایمیلاشون رو چک میکنم، تو برنامه میخونم، پاسخ میدم. حالا یه ایمیلی داری میخونه که این ایمیلش مثلا در مورد منه، خیلی جالبه، نگاه کنید. وطن پرست دکتر نیزاده، من خودم تنهایی قربانت، بقیه رو بل کن. میخوام بگم دکتر نوری‌زاده گرامی، تو رو خدا در برنامه‌تون از این بچه میگه که آقای نوری‌زاده گرامی، تو رو خدا در برنامه‌تون از این بچه مزلف ها رو نخون، مانند امید نادان. خودش نوشته، خود مردکش ایمیل نوشته، خودش برای خودش نوشته، داره تو برنامه میخونه. امید دانا علی علیزاده که همگان آگاهن، اینجا رو مثلا نام منو نمیگه ولی نوشته امید نادان. انقدر اینا عقده دارن، هیچ حرفی دیگه برای گفتن ندارن. نگاه کن، در برنامه‌تون از این بچه نمیخوام اسم بیارم که همگان آگاهن که سردر کدام آخر دارن، اسمی نبرید. اول اینکه در حد و اندازه شما نیستن، دومی که آنقدر ارزش ندارن که بخواید برنامه به این گرانی رو به اینجور آدم های ودن فروش اختصاص بدید، و سومی که اینا کیف میکنن و تا یک ماه نشه و سرخوش میشن وقتی شما در برایشون حرف میزن، اونم نشه از عزیزم با حمزه. آره اونم نهشت با حمزه، حتی خودش مخصوصا غلط نوشته که مثلا بگه که من نیستم. ولی آقای نوری‌زاده اون نهشه و شما تو این نهشه جا تو اینا حرفه‌ای هستی، از آقای نوری‌زاده بپرسی، قشنگ املاشو بلده. ولی نکته ای که هست آقای نوری‌زاده، من مثلا وقت نمی‌کنم که می‌بینی که هر یک ما دو ما یه بار، وقتی که می‌بینم 10 بار تو برنامه به من حمله می‌کنی، هر یکی دو ما یه بار پاسختو میدم. الانم نمی‌مدم واقعا پاسختو بدم، چون پاسخایی که می‌خوام تو این برنامه بدم و برنامه گذشته که به پرداختم دادم، تو هر شب داری به من میپردازی بیچاره. به عبارت دیگر بزرگ میشن، گنده میشن، شناخته میشن. ما گنده هستیم، بزرگم هستیم، شناخته شدم هستیم، رو مختون هم داریم راه میریم. آخه خیلی چیزا گفتن نداره. از نقاط مختلف ایران اون روز یه خانومی زنگ زد، از این تلفن ها زیاد داریم، از تهران زنگ زدن، 70 خورده سالش بود، میگه واقعا من اصلا با برنامه تو 3-4 سال تمام تفکرات 70 سال من عوض شد. حالا جای نقدم داره کسی، حالا 70 سال اینا کاری ندارم، ولی میدونید چی های نوری‌زاده، من با شبکه‌های اجتماعی اینا هم بزرگ شدیم، هم بخواهی تفکرمون بزرگه، نه خودمون، آدم ها که همه گوشت و پوست و استخونن، قیافه هم که هر کسی بالاخره خدا داده یه شکلیه. اینا حرفی که ما داریم میزنیم بسیار مهمه. چیزی که ما رو متمایز میکنه با شماها و بزرگه نوع دیدگاهمونه که در 100 سالی که پدیده رسانه اومده اصلا وجود نداشته یک دیدگاهی به این ژرفی بیار از منافع ملی سخن بگه. بنابراین ما بزرگیم، نه به خاطر برنامه سازی، نه به خاطر تیپ، نه به خاطر هر چی که شما میگی، فقط به خاطر تفکرمون. ما به خاطر تفکرمون جناب نوری‌زاده بزرگیم، بخوای که تفکر ما یک تفکر قویه، چند لذت میبرم. آخه یه آدم چقدر باید کوتاه فکر و بچه حقیر باشه که بیاد شما رو تو خطاب کنه و بگه من قشنگ تکر باید میزنم یا تو. ببخشید دقیقی آقای نوری‌زاده، شما هر سری میایی میگی لباس پوشیدن به من یاد داری، من بهت فقط یادآوری کنم آقا کراواتو من قشنگ تر میزنم یا تو. بعد از یه عمر تو یه عمر داشتی کراوات میزنی، گفتم تو قشنگتر میزنی، چه ادعاتون میشه تو خارج و برنامه ساز اینا، تو کراوات بلدی بزنی یا من؟ بعدش هم که وقتی خودت بحث لباس و اینا رو مطرح کردی، بحث تیپ و اینا رو مطرح کردی، تو تا همین 3-4 سال پیش با اون عینک ته استکانیت میشستی کلی بهت میخندیدی. این برای همین ما بیان کردیم. مگه ببخشید آقای نوری‌زاده، مگه شما حوزه علمی و حوزه سیاسی جلوی من باز میکنی که من به پاسخ سیاسی بدم؟ حوزه خاله زنکی باز میکنی چون بیننده داری؟ دروغ هم نمیشه گفت من که آدمه به من، چرا مثلا پاسخمون پناهچو توی آلمان رو ندادم؟ چون اون فاضلاب مجازیه، فاضلاب های مجازی میان، چرا پاسخ خیلی از این فاضلاب ها رو نمیدم؟ اینا میان یه چیزی میگن میرن، تو شوربختانه جز فاضلاب های مجازی نیستی، نه که آدم حسابی بشی، نه تو یه عمر داری کار میکنی، کار سیاسی جدی هم میکنی، عامل و مزدور عربستانی. و در برابر من
شما حوزه سیاست باز نکردی در برابر من، شما حوزه علمی باز نکردی، استدلال سیاسی نیوردی در برابر من. وقتی تو 10 تا برنامه، تو همین برنامه من باز تکرار میکنه، حالا با هم میبینیم، تو 10 تا برنامه به من میگی آقا لباس پوشیدن از من یاد گرفته، مجبورم در سطح خودت به پاسخ بدم دیگه، بگم خب تو کراوات نمیتونی بزنی، سطح بحث وقتی که میاری خال زنکی، سطح بحث وقتی که میاری پایین، خب بهتر باشه ما در سطح پایین پاسختو میدیم. تو اگر بیا یک فایلی باز کنی که اون فایل سیاسی باشه، اون فایل در چارچوب دیدگاه و استدلال باشه، خب منم با استدلال به پاسخ بدم. استدلال من همون اندازه‌ای بودی که استدلال شما، یعنی من به اندازه نیاز استدلالی که تو آوردی اومدم باید بحث کردم. وقتی تو به من میگی آقا این لباس پوشیدن از من یاد گرفته، من که نمیتونم بیام اینجا برنامه سیاسی بسازم، به 2 ساعت بحث سیاسی با تو بکنم، که باید در همین حد هم مسخرت کنم، بگم چقدر تو بدبختی. آخه این آدم اگر دوران کودکی پرخطری رو سفری نکرده باشه، میاد تو برنامه این حرف رو بزنه. خب دوران کودکی پرخطر، ببین دقیقا ادبیات بازجوهاست که هر کی رو میگیرن میگن آی شماها بچگیاتون فلان بودی، و این نوع تفکر این اپوزیسیون یعنی کودکی. مثلا اگه کودکی پرخطری هم اگر کسی سپری کرده باشه که مقصر خودش نبوده، که بر فرض مثال دارم میگم، این مقصر خودشه. شما ها ببینید چه چیزایی دستاویز میکنید خودتونو، برام شما اینا میان بعد میگن آقا، حالا تو برنامه های دیگه شون آقا باید آسیب شناسی اجتماعی بشه، اگه کودکی توی دوران کودکی خودش اگر انسانی مورد تجاوز قرار گرفته، ما باید براش مشاوره بگیریم، فلان بکنیم، اینو برگردونیم تو جامعه. منتها موقعی که میخوان یکی رو خراب کنن بکوبن، از اینجا الفاظ به کار میبرن. حالا والا فیلم شما در اومد که چه کثافت کاری میکنی، فیلم ما که در نیومده، تا جونتونم در بیاد هیچ وقت در نمیاد، بمونید تو خاماریش. آقای دکتر میرزاده، حیفه که شخصیتی مثل شما درباره این بی شخصیت های وطن فروش سخن. عزیزم ممنونم، من راجع بهش هیچ وقت حرف نمیزنم، خود میدونی قبل چی چی نمیشه بی شخصیت های برنامه سخن بگه کلافش اینجوری معروف. ممنون، برنامه خیلی خیلی خوبتون. زرتوش هستم از تهران. غلط کردی، وطن فروش خود میرزاده هست. عزیزم ممنونم، من راجع بهش هیچ وقت حرف نمیزنم، هیچ وقت. هر فقط تقریبا تو هفته که 5 تا برنامه داره 7-8 باری صحبت میکنه. راست میگه، خود میبینی من تا به کی اسم اینا رو دیدم، حتی اسم اون آقا رو توی تلویزیون من تو هم نیبردم، به خاطر اینکه واقعا ارزش اسمو بردن نداشت. یه نفر طرفدار جمهوری اسلامی، یه آقای بود اینجا در منچستر بود، مثل که یکی دو بار توی برنامه اومد، داشت درس میخوند، دکتراشو میگیره، با من درگیر شد. من همینجوری که باش بحث میکردم متوجه شدم نه، این واقعا فکر میکنه اونا درستن. چنین برداشتی به آدم میداد، یعنی معلوم بود از ته دل داره. نه، حکومت که درستید، شما درستید آقای نوری‌زاده، در حوزه اخلاقی که انقدر درستی. حالا فیلم بیشتر میخوامت هست دیگه، همه معرف حضورشون هست، اون که در حوزه اخلاقه. در حوزه سیاست هم که خیلی درستی، در حوزه سیاست هم که ببخشید تو کاملا یک لجنی، کاملا یک لجنه به تمام معنایی. ببین اصلا نمیشه با تو تحلیل سیاسیت کرد، اینقدر آدم کثیفی هستی در حوزه سیاست، کجا تو ما بیایم آخه تحلیل کنیم؟ همه دیگه دیدن دیگه، تو این سالا دیدن دیگه، دیگه چی بهت بگیم؟ تو هنو منابع مالی تلویزیونت هم نیومدی بیان کنی، راستی تو این شفافسازی رسانه ها آقای نورزاده پولاتون از کجا میاد؟ آقا چون خیلی هم من پرسیدم نمی پول در کجا میاد، من تعجب کردم چون برنامه من سوشیال مدیا منتشر میشه، ولی گویا بردش انقدر زیاده که اینا رو اعصابشونه که بعد مثلا برای 4 تا کت و شلوار و کراوات از من میپرسن پولت کجاست. خیلی برام جالبه. از این رسانه ها نمیخواید بپرسید که فقط لنز دوربینشون انقدر حرفه‌ایه که مثل من و تو، این لنز دوربینش کل تمام بودجه‌ای که ما تهیه کردیم برای برنامه سازی رو در بر میگیره، بعد من بعد بیام جواب بدم پولم از کجا میاد؟ نه بعد جواب بدم. جالبه، حتی ما جواب دادیم، شما همه چیزمون شفافه. کسی هم اگر میخواد بپرسه که چی گفتی، بره برنامه قبلیمو ببینه، چون بعضی میگن آقا جان پول از کجا میاد، برنامه قبلیمو ببینه اگه خیلی برات مهمه. بیکار نیستم که هر دقیقه به تو پاسخ چیز بدم، جواب پس بدم. تفلک پشوزت ایران، گرفتن انداختنش تو زندان به عنوان جاسوس انگلیس. اما اینای دیگره که ببینی، اینا مأمور رسمی هم، هیچی نداره برای گفتن، اینا مأمور رسمی هم. خب آخه چی من به تو بگم؟ پس اینجا چی کار میکنم؟ چرا دولت سوئد با ما کاری نداره؟ مأمور رسمی هم. شما از جملات همون آقا شمشم منظورش علیزاده است، ولی آخر جملاتش رو نگاه میکردید،
تا طرف میخواست باش حرف بزنه میپرید وسط رضا پهلوی و عربستان، همینو میخواست که منتقل کنه چون مأمور بود، مأمور بود این جمله رو همه مأمورن بزرگ کنه، هروش مالا رو بده. طرف ازش سوال دیگری میکنه، میگه پس چطور رضا شاه انگلیس آوردن بردن؟ چیزایی که بهش گفته بود این مأمور بود، اون رو اونای دیگه. ولی من خدا رو شکر میکنم اقلا به بعضی از اینا که با اون قیافه‌های کریه و عجیب غریب میمدن میشستن، بالاخره یاد دادم چجوری لباس بپوشن، ریششون رو چجوری بزنن، موهاشون من که ریشم رو هنوزم نزدم چجوری درست کنن. این خودش خیلی خوب موهامات رو یادم داری چجوری درست کنن. یعنی شما به جای که یک عده آدمی که مثل که تو باغ وحشم ببینین، این خود خوب تمیزتر شدن، مرتبتر باشون دیدار میکنین. خب من چی بهش بگم وقتی کسی که اینقدر سطح بحث رو میاره پایین، من باید بهش چی بگم؟ من همینو بگم دیگه، تو هنوزم که باز نشستی کراواتتو نگاه کن، گره کراوات من نگاه کن، اینا بذار دستش این کراوات توه، اینم کراوات منه. چی بهت بگم آخه وقتی سطح بحث تو اینقدر پایین میاری میگی لباس پوشیدن یارت دارم اینا، من باید به تو چی پاسخ بدم؟ آخه نوری‌زاده هر وقت تونستی گره کراوات مثل من بزنی، پاشو بیا در مورد لباس پوشیدن صحبت کن. در مورد بحث سیاسی داری، بحث سیاسی مطرح کن، سیاسی پاسخ تو بدم. وقتی سطح بحث در مورد نوع لباس پوشیدن مطرح میکنی، منم باید با همونجا بحث کنم دیگه. حالا خودش برای خودش ایمیل میکنه، آدم چقدر باید سطحش پایین باشه در مورد کراوات؟ خودت صحبت داری میکنی دیگه، بحث لباس وقتی میکنی با چی بهت بگم؟ نه الان بحث سیاسی مطرح کردی، گفتی من مأمورم، لباس پوشیدنم تا یادم دادی. حالا اینکه مأمورم که حرفی برای گفتن نداری، لباس پوشیدنم که میگی یادم دادی، بدم همین پاسخت بدم دیگه، چیزی جزئی میمونه؟ حالا برو پی بازیت ببینم کی بر یاد میگیری که مثل من لباس مثلا کراوات بزنی یا اینجوری خوشتیپ بیه جلوی دوربین. حالا بار دیگه پی کار دیگه خسته شدم، واقعا اینا چقدر سطحشون پایینه، اینا میخواستن مملکت برای ما نجات بدن. برو پی بازیت. ممنون.